درود و سلام. بیننده ادامه ویژه برنامه آخر خط به مناسبت پنجمین سالگشت شهادت رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان و شهید سال استاد شهید ربانی هستید. در این بخش با سید علی جاوید، یکی از رهبران جهادی، گفتگو داریم. سپاسگزارم از حضورتان آقای جاوید، خیلی زیاد خوش آمدین. شکر. از نقش استاد در جهاد و مقاومت مردم افغانستان میمانای قبلیمان صحبت کردن. خب من مستقیم، چون وقت کم است، میرم روی این پرسش که تعهد سیاسی استاد شهید نسبت به کشورش و مردم چی بود؟ افغانستان چگونه میخواست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که بنده استاد شهید را میشناختم و از سال 1359 که ایشان در ایران آمد و در شهر قم و ما مرکز مبارزه ما اونجا بود و یک جبهه داشته متشکل از احزابی که اونجا بود به نام جبهه آزاد بخش انقلاب اسلامی افغانستان، ایشان دیدن جبهه آمد و اونجا بود که برای اولین بار من ایشان را دیدم. از متانت و تواضع و فروتنی و اخلاقشان خوشم آمد و محبتی برای ایشان پیدا کردم. بعد در سفری که در پشاور رفتم، ایشان بنده را به منزل خود مهمان کردند و از همون زمان رابطه ما برقرار شد تا زمانی که ایشان به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان بعد از پیروزی مجاهدین انتخاب شدند. بنده به حیث وزیر پلان، بعد از او به حیث معاون صدر اعظم و بعدا هم در سال 1376 به حیث سرپرست صدارت عظما از طرف استاد شهید تعیین شدم. شناخت عمیق از استاد شهید دارم. در طی این سالها نشست های زیادی با هم داشتیم و ایشان را دارای یک شخصیت چند بعدی یافته بودم. یکی حلم و تواضع ایشان که سخت متواضع و فروتن بود، دیگر دانش بلند ایشان در علوم اسلامی و فهم و آگاهی عمیق در مسائل سیاسی، دیگر طول مبارزه ایشان بر ضد دولت‌های حاکم در افغانستان از زمان داوود خان تا زمان کمونیست‌ها که یک چهره مبارز بود و به همین جهت هم بود که بعد از اینکه جمعیت اسلامی به مبارزه مسلحانه روی آورد، به اندک زمان لشکر استاد شهید ربانی از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال را فراگیر شد و چهره های شاخص و برجسته ای که هر کدام مردی در تاریخ افغانستان هستند، مثل شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی، تحت رهبری استاد آمد و همچنین امیر محمد اسماعیل خان که از چهره های برجسته جهادی است، اونها هم تحت رهبری ایشان آمد. استاد ذبیح الله شهید از بلخ و بزرگان دیگر. بله. مثل آقای فهیم و غیره. میخوایم پرسش ما یک بار دیگه هم تکرار کنم. تعهد سیاسی شان نسبت به کشور و مردم چی بود؟ چگونه نظام میخواست به وجود بیاره؟ هدفش چی بود؟ هدف از این همه مبارزات و جهاد؟ ایشان میخواست که یک نظام اسلامی معقول و معتدل در افغانستان ایجاد کنه و
در حکومتی که استاد ربانی در نظر داشت، در اونجا حقوق بشر محفوظ بود، حقوق زنان محفوظ بود، عدالت اجتماعی محفوظ بود و احترام به کرامت انسانی محفوظ بود. میخواست چنین حکومتی به وجود بیاره. خب برای چی باز ناکام میمونه؟ برای چی تداوم پیدا نمیکنه و کسای مخالفت میکنه؟ بله، این یک ریشه های عمیقی داره. دلیل اولش این است که آمریکایی ها بعد از اینکه روس ها را در توسط مجاهدین و کمک هایی که به مجاهدین میکردند، روس ها شکست خوردند، از افغانستان بیرون شدند، اونها افغانستان را دیگه فراموش کردند، به حال خود رها کردند. این یک مسئله بود. مسئله دیگر این بود که پاکستان میخواست که یکی از نازدانه های خود به عنوان رئیس دولت اسلامی افغانستان مقرر کنه. چون ریاست استاد ربانی به مذاق پاکستان خوش نخورد، از این جهت مخالفین استاد ربانی را تجهیز و تسلیح کردند. خب این مخالفین مبنای مخالفتشون چی بود؟ اینا برای چی مخالفت کردن؟ اینا که از افغانستان بودن؟ فقط قدرت طلبی و تحریک خارجی. مثلا صدارت را برای خود کم می دانستند و ریاست جمهوری را می خواستند و خواست کشورهای بیرونی هم همین مسئله بود. در اثر تحریک اینها دست به جنگ زدند و الا استاد ربانی که به عنوان رئیس دولت نمیخواست جنگ بکنه، هیچ زمامدار نمیخواد که در کشورش جنگ باشه، ناامنی باشه. در فضای ناامنی خب انسان نمیتونه که درست حکومت کنه، در فضای امنیت و آرامش انسان میتونه حکومت کنه. نه استاد ربانی جنگ را میخواست، نه عامر صاحب شهید قهرمان ملی جنگ را میخواست. جنگ بر اینها تحمیل شد و تمام مدتی که استاد عنوان ریاست دولت اسلامی را داشت همش در جنگ گذشت. اول جنگ با حکمتیار، بعد جنگ با شورای عالی هماهنگی، بعدش هم جنگ با طالبان. دلیلش هم مداخله خارجی و دلیل... قدرت طلبی. بله، قدرت طلبی و مداخله خارجی. این جای شک و شبهه بله. نیست. از نقش استاد در جهاد و مقاومت مردم افغانستان صحبت شده. میمانای قبلی ما روی این موضوع صحبت کردن. خب از نقش جناب استاد شهید در نظام سیاسی پس از طالبان میخوام از شما بپرسم، چه نقشی داشتن؟ برای من نقش استاد پسا طالبان جالب و گیراست. پیش از اینکه آقای کرزی بیاید به کابل، ما اون زمان در ایران بودیم و آمده بودیم همراه آیت الله محسنی در کابل و ما خدمت استاد رفتم. با اینکه استاد از فیصله های کنفرانس بن راضی نبود، استاد میخواست که اجلاس تصمیم گیری در کابل دایر شود، نه در کشورهای خارجی، و اینجا مردم بتوان آزادانه تصمیم بگیرند. در این حالی که ایشان راضی نبود، اما به احترام صلح و امنیت فیصله های بن را قبول کرد و برای بنده هم ماموریت داد که به عنوان رئیس کمیسیون انتقال قدرت، 9 نفر دیگه هم همراهی ما شد و من رئیس کمیسیون انتقال قدرت بودم. و یک ذره ناراحتی، یک ذره اشکال، یک ذره مشکل تراشی در راه انتقال قدرت ایشان ایجاد نکرد. با لب پرخنده نویسنده های خارجی هم از جمله جیمز دابنز که مسئول پیشبرد امور آمریکا در افغانستان بود، او در کتاب خود نوشته میکنه که جای تعجب است که یکی 2 روز پیش از انتقال قدرت من با استاد ربانی ملاقات کردم،
ایشان با مهربانی و محبت و بدون اینکه از جبین ایشان نارضایتی خوانده شود گفت که برای صلح و امنیت ما انتقال قدرت میکنم. بعد در روز اول جدی 1380 که مراسم بزرگ انتقال قدرت در تالار وزارت داخله برگزار شد و اونجا از کشورهای خارجی هم تعداد زیادی در سطح وزرای خارجه نماینده ها اینا حضور داشتن و هر کدام صحبت کردن، زمانی که صحبت به استاد رسید باز با همون مهربانی، با همون تواضع، با همون گرمی و با همون محبت صحبت کرد و برای آقای کرزی تبریک گفت و در آخر مراسم با کرزی بغل کشی کرد، معانقه کرد. بعد همه مهمان ها را در ارگ، در همون چاشت و همون ظهر مهمان کرده بود. وقتی که استاد شهید صحبت میکرد در ارتباط با صلح و مصالحه و انتقال قدرت، در عین حالی که من خودم چند بار گریه کردم از شوق، می دیدم، چون ما این طرف در هیئت رئیسه نشسته بودیم و دیگه افراد را می دیدم، خیلی ها گریه می کردن که یک چنین روز در افغانستان به وجود آمده. یقینا اگر استاد مشکل ایجاد می کرد در این راستا و آماده انتقال قدرت نمی شد، ممکن بود که وضعیت افغانستان طور دیگری می شد. اما تشکیل حکومت پس از طالبان با همکاری صادقانه استاد صورت گرفت. اینکه خب سردمداران بعد از اون چی کار توانستن، اون بحث دیگری است. چرا زمانی که استاد شهید رئیس شورای عالی صلح بود و نیت خیر داشت، صلح با مخالفین مسلح کشور، خب دشمنای مردم افغانستان شهیدش کردند؟ بله، استاد یک چهره ای بود که دشمنان از او می ترسیدند و ایشان در هر نقشی که بود می خواستند که اون نقش را از ایشان بگیره و احساس می کردند که شخصیت فاضل و دانشمند و مبارز و مجاهد مثل استاد ربانی در افغانستان که باشه، حتما یک نقش محوری را بازی خواهند کرد. و طالبان هم احساس خطر کردند که ممکن است با حضور استاد ربانی، با اون ویژگی ها و خصوصیات و جذبه هایی که دارد، کدام انشعاب و انشقاق در داخل طالبان ایجاد شود و طالبان دچار ضعف و فتور و سستی شوند. به همین جهت بود که خب افراد خود نفوذ دادند و استاد شهید کردند. سپاسگزارم از حضورتان آقای سید علی جاوید از رهبران جهادی. تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز. برنامه همچنان پس از این وقفه کوتاه ادامه دارد.